به نام خدا. در این درس قصد داریم که نورد یک رینگ با چند غلطک را شبیه سازی کنیم. این مجموعه شامل یک رینگ، سه غلطک و یک درایور می باشد. رینگ و درایور استکاک وجود داره که این همونطور که در شکل می بینید شکل سمت چپ قبل از انجام تحلیل هست و شکل سمت راست بعد از اتمام تحلیل هست و اندازه اون رو هم 6800 وارد میکنه. بدین ترتیب رینگ من ایجاد شد. در اینجا مدول یانگ را 150 گیگاپاسکال وارد میکنم و نسبت پوآسون را هم 0.3. برای وارد کردن خواص پلاستیک از منوی مکانیکال پلاستیک و پلاستیک کلیک میکنم. در اینجا ابتدا بر روی ابزار ترنسلیت کلیک میکنم. قطعه رینگ رو انتخاب میکنم. ابتدا این نقطه و سپس این نقطه رو انتخاب میکنم. برای اوکی کلیک میکنم. نه. این نقطه و سپس این نقطه. من زمان کل تحلیل را 16.5 ثانیه وارد میکنم. در این مسئله برای کم کردن زمان تحلیل برای زبانه مس اسکیلینگ کلیک میکنم. از اینجا یوز اسکیلینگ را انتخاب میکنم و روی کرییت کلیک میکنم. در این مثال برای بهبود کیفیت مشبندی از تکنیک ALE استفاده میکنیم. برای این کار از زبانه آدر ALE Adaptive Mesh Domain کلیک کنید. ادیت و استپ 1. از اینجا تیک این گزینه رو بزنید تا بتونید از این تکنیک استفاده کنید. دوباره یک ویژگی سطح تماس دیگه تعریف میکنم. در اینجا مکانیکال تنجنتیال بیهیویر پنالتی و ضریب اشتکاک رو هم کنم. در اینجا ابتدا قطعه درایور رو انتخاب میکنم. در اینجا همطور که میبینید دو سمت داره، یک سمت درونی به رنگ زرد و سمت بیرونی به سطح بیرونی رینگ رو انتخاب میکنم و از اینجا ویژگی سطح تماس دو این دفعه غلطک میانی رو انتخاب میکنم و باید اینرسی غلطک میانی رو مشخص کنیم. برای این کار برای کرییت کلیک میکنم. کانتینیو نقطه مرجع رو انتخاب میکنم. روی دان کلیک میکنم. در اینجا ریزید بادی رو انتخاب میکنم. از این قسمت آنالیتیکال سرفیس رو انتخاب میکنم. این غلطک فقط باید U1 بسته بشه. علتش هم این هست که U2 به خاطر اینکه قرار در اینجا برای کرییت باندری کانچن کلیک میکنم. از اینجا ویلوسیتی و کانتینیو نقطه مرجع درایور رو انتخاب میکنم تا بتونم سرعت زاویه رو برای اون مشخص کنم. برای این کار تیک این گزینه رو میزنم. از اینجا اسمود استف و کانتینیو. در اینجا باید در این ستون زمان و در اینجا هم مقدار دامنه رو وارد کنم و نقطه مرجع غلطک وسطی رو انتخاب میکنم. در اینجا تیک ویدیو رو میزنم و مقدار سرعت رو منهای از کواد و مدیال اکسیس رو انتخاب میکنم که به صورت محور میانی مشبندی انجام بشه و اوکی. بر روی سید پارت کلیک میکنم تا اندازه مشبندی مشخص بشه. اندازه مشبندی رو هم و مشبندی انجام بشه که مشبندی به این صورت هستش. فقط به این نقطه دقت کنید که چون قطعات سرد به صورت آنالیتیکال ریجید مدل شدن، در اینجا برای که فریم به اندازه کافی داشته باشیم من تعداد فریم ها را به 100 افزایش میدم. برای انیمیشن کلیک میکنم. تغییرش من بر روی انیمیشن کلیک میکنه و تغییرش را مشاهده میکنه.
طی 16 و نیم ثانیه تغییر شکل چرخش رینگ را مشاهده می کنید، همچنین چرخش قلتک میانی رو که این سه با توجه به اینکه ویژگی‌های تماس به صورت استحکاکی هست به این صورت ایجاد شده. در ابتدا به این صورت و در انتها هم به این صورت هستش که ضخامت رینگ کم میشه.